آها فهمیدم، باشه منم همینو میگم. خب راستش یه جورایی دارم کم میارم، میخوام از امشب خودم هم مطالعه کنم، آخه این گرفتاری ها که نمیذاره. دایی جان تازه امشب سند خونه رو گرفتم که از فردا برم دنبالش. باشه باشه حتما خبرش رو بهتون میدم. راستی دایی این مامانه ما نمیخواد برگرده؟ خیلی خوب سلام بهش برسونه. قربون شما، سلامت باشه، شب بخیر. جواب سوالت اینه، نگاه کن. یعنی چی؟ حدس بزن. راه رفتن روی لبه صخر؟ نه نه، دوباره نگاه کن. نمیفهمم. تعادل. راه درست راه تعادله، یعنی با همین معیار میشه همه تفکرات و ادیان دیگر رو محک زد. چطوری؟ خب دینی که حد وسط رو انتخاب بکنه و این بر اون بر کمتر منحرف بشه درست داره. اصلا میدونی که معنی اسلام راه درسته؟ اسم ما هم توی قرآن امت وسطه. البته بهتره که تو وارد این بحثا نشی، کتاب بخون. این کتابی که میخونی اسمش چیه؟ کلگات انسان. خوبه، ضمناً راجع به اون قصه‌ای که گفتی، مشکل از تاریکیه. اگه اتاق روشن بشه فیله دیده میشه. درسته که همه آدما توی تاریکی حقیقت اون چیزی رو که لمس میکنن توضیح میدن، اما هیچ کدوم از تعریفایی که میدن و حدسایی که میزنن حقیقت کامل نیست. حقیقت کامل توی اون داستان فقط یکیه که اونم فیله. فقط هم وقتی درک میشه که چراغ روشن بشه. ولی اونجا که چراغی روشن نیست، اسلام همون نوریه که حقیقت کامل رو نشون میده. اسلام همون نوریه که حقیقت کامل رو نشون میده. Oh.
همه چیزش که درسته. مشکلتون چیه؟ میتونم خودم دفتر رو ببینم؟ دفتر رو؟ من دفتر. این سند دقیقاً کی تنظیم شده؟ سند تو؟ هفته هشتاد. پس چرا توی دفتر سال 81 ثبت شده؟ 81؟ مگه ایرادی داره؟ ایرادی نداره؟ نداره. این همه مهر، این همه امضا، این همه شاهد، قانونیه. عجب. پس قانونیه. بله قانونیه. خیلی ممنون. ممنون شما. سلام. سلام. هنوز 2 هفته نشده ولی همه فراموشش کردن. کی اومدی؟ نمیخواستم بیام اگه تو این وسط معرکه نمیگرفتی. اونا دیگه منو نمیخوان مامان، چون ملک و املاک ندارم، چون آبروی خونوادگی ندارم. آرش چی؟ اون چی میگه؟ آرش پسر سربراهیه، فقط باید اختیارش از دست مادرش بگیری. من حوصله این بازی ها رو ندارم مامان. من خودم انقدر قاطی پاتی هم که یکی باید منو جمع جور کنه. آرش اگه عیب داشته باشه 100 تا حسن داره. یکیش اینه که بی سر و زبونه، بی عرضه است، خیلی به فکر خانوادشه. اگه یه شوهر خوب میخوای همین کافیه. اون احساس نداره مامان. تا حالا نشد یه حرف قشنگ به من بزنه، یه حرف محبت آمیز، دل خوش کنه که الکی به من بده. بهتر. اینجور حرفا مثل چک بی محل میمونن، تو رو میبره تو عالم هپروت، از عقل به دور میشی. من همینو میخوام ولی اون نمیفهمه. میخوای من باش حرف بزنم؟ نه اصلا. آرش برای من مرد مامان. دارین منو تعقیب میکنین؟ جواب سوال منو بده. سند خونه هیچ مشکلی نداره، همه چی هم قانونی و درست انجام شده. آقای مختاری شما اطلاعات دیگه ای ندارین؟ الو الو سلام. سلام سیتا جون، زود باش لباساتو بپوش، میخوام ببرمت بیرون. کجا؟ یه نفر پیدا کردم که حتما باید ببینیش.
من کار دارم، دارم مطالعه میکنم. این دوست من از 100 تا کتاب برات مفیدتره دختر جون. خیلی ممنون، ولی من... چه؟ از من خوشت نمیاد؟ یا تو خونه زندونیت کردم؟ از موقعی که اومدی یه بارم از خونه بیرون نرفتی؟ معذرت میگم، الان آماده میشم. باشه، پس من پایین منتظرتم. سیتا جونم اون دختری که گفتم قرار عروس خانواده ما بشه. فاطمه جونم مثل شما ایرانی نیست، اصلیتش آلمانیه، اسمشم ماریاس یا بوده، ولی بعد از مسلمون شدن فاطمه شده. اگر بدونی چقدر سختی کشیدم تا پیداش کردم. قضیه طوری که بهش گفتم قبول کرد که بیاد باهات حرف بزنه، ولی تو رو خدا حرفاتونو بذارین بعد از نهار که من یکی خیلی گرسنمه. چی پسری ساکتی دارین؟ آره خیلی خجالتیه. قیافش شکل پدرشه، خدا رحمت کنه. خیلی خوب، تعارف رو بذاری کنار، هر چی دلتون میخواد سفارش بدیم، چون من هر 100 سال یه بار فقط این کارو میکنم. باشه؟ با آبولا کتیه بابا اومدی؟ چی کارم داری؟ هیچی بابا، حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم بیا یه گپی بزنیم، حرفی بزنیم. آرش مارش چه خبر؟ زنگ نزد؟ نه بابا، تو چرا شرکت نرفتی؟ برادرتون بیرونمون کرده قربان. ما هم صبح بیدار شدیم بریم مسافر کشی کنیم، دیدم که سیمی ماشینو برده. سیتا رو کجا برده؟ چه میدونم بابا، برده مسلمونش کنه دیگه. مادر من تو کار خیر همیشه پیش قدمه. بله، ولی وقتی که به نفعش باشه. ببینم چایی میخوری؟ نه، فیلمای من کو؟ دو سال فیلمای منو بردی؟ فیلمان همینجاست دیگه بابا، بگرد پیدا کن. تو رو خدا اینقدر راجعه فیلم از من سوال نکن. خب، از دایی جلالیان چه خبر؟ چجوری این قضیه رو اینا حذف کردن؟ یه جوری قبول کردن دیگه بیچاره ها. آها، یه جوری قبول کردن دیگه بیچاره ها. منم خرم دیگه، من شاخ دارم رو سرم. تو که اینقدر با پروانه صمیمی هستی نمیدونی. تو چرا میپرسی؟ اصلا به تو چه؟ هیچی، به من هیچی. آخه ما دیشب با سیمین صحبت میکردیم، سیمین میگفت زنان خانواده شما از طرف شوهر شانس نیوردن. آره؟ آره، اون از مامان تو، ببخشید، اون از کتی و اون از پروانه بود. چی بگم؟ این به ما ربط داره، شانس ماه به مام ربط داره. تربیت نشدی تو نه؟ فرزاد، خودتی. بگو چته؟ دردت چیه؟ بگو دردت چیه؟ دردت چیه؟ بابا مگه اینجا بیمارستانه؟ آره بگو، یه دردت هست آخه. آقا جان، اگر که رابین و سیتا ازدواجشون منتفی بشه، به نظر تو باز رابین برمیگرده سراغ پروانه؟ منظور؟ تو جواب منو بده، چشم. خب نه، بر نمیگرده. خب حرفتو بزن. حالا یه سوال دیگه هم دارم. این سوال واقعی بهم جواب بده، چون تو که دختری دارم ازت سوال میکنم. خیلی خوب. ببین، تو که دختری، به نظر تو من خیلی آدم لجن و کثافت و پستی هم؟ آره خیلی خیلی. آره گم شو بیرون. خیلی خوب بابا، چرا ناراحتی؟ باشو ببینم چه مرگته. بلند شو بیرون بابا. بیرون بلند شو. من فرزاد خوشو ببین، من اگه تو رو نشناسم که ها. بگو چی بگم؟ مرگت. آقا جان من، ای میگه مرگت. خب بگو چته؟ آقا چجوری بگم من؟ آقا جان من میخوام نظر پروانه رو رابطه به خودم بدونم. ها؟ دیوانه شدی؟ آره. به سرت زده؟ آره خیلی وقته. آره میدونم دیگه، دیوانه ای. آره دیوانه. تا حالا شما اگر من حرفی نزدم فقط به خاطر رامین بوده، فقط.
فرزاد جان فراموشش کن. خب نمیتونم نمیتونم کتی. ببین کتی، من مثل رامین و بابا عاشق پیشه که نیستم. اینو نه، میدونی اینو خودت دیگه نیستم. از دختر جماعتم دل خوشی ندارم. ولی کتی، من نمیدونم پروانه رو چرا من اینقدر، این تنها کسیه که من دوستش دارم. واقعا میگم فرزاد، از من نخواهی که برم باش حرف بزنم. من نه روم میشه نه جرأتشو دارم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب آقا جون، شما نترس، من خودم بهش میگم. تو زود، ولی کار نکن. اون بیچاره بدبخت تازه فکر رامین اومده بیرون. حالا تو بری اون وسط بهش چی بگی؟ آره نگرانی من الان اصلا نمیدونم. میترسم رامین یهو دوباره برگرده. خب من میگم اول رامین اجازه بگیر ها. اجازه بگیرم؟ اجازه بگیرم؟ کتی به نظر تو امیدی هست؟ نمیدونم، نمیدونم والا. کتی، وایسا. این موضوع رو هیچ کس نمیفهمه. نه هیچ کس. نه نه، فقط تو این کار رو نکن، میدونی؟ به نفع نیست. باش. چی بگم؟ شد دیگه. شوهر ایتون از این کاس؟ نه بذار من این فاطمه خانم ما توی بیمارستان بودی پرست سالها. من وضعیت خیلی بدی داشتم. یه ذهنیت خیلی بدی نسبت به خارجی ها، مخصوصا مسلمان ها داشتم. به خاطر همین وقتی که رسول دیدم خیلی ازش بدم اومد. پس چطور باهاش ازدواج کردین؟ یک سال تمام اذیتش میکردم. بهش میگفتم تروریست. به خاطر مسائلی مثل آزادی زنا و جنگ و شهادت مدام مسخرش میکردم. همیشه بهش حمله میکردم. خب اونم مجبور میشد از خودش دفاع کنه. دیگه این شده بود برام یه بازی. تا اینکه احساس کردم حرفاش روم تأثیر گذاشته. یه روز به خودم اومدم و دیدم عاشقش شدم. عاشق رسول. دو سه ماه بعد بهش گفتم میخوام مسلمان بشم. باورش نمیشد. ولی من اصرار کردم. اونم چند تا کتاب بهم داد که بخونم. چند ماه بعدش هم با هم دیگه ازدواج کردن اومدن ایرون. شوهر خدا بیامرزش هم دو سال پیش به خاطر همون عارضه شیمیایی فوت کرد. خدا رحمتش کنه. متاسفم. خواهش میکنم. به هر حال من تجربه خودم رو به شما گفتم. حالا نمیدونم تا چه اندازه به دردتون بخوره. ولی من هنوز نفهمیدم شما برای چی مسلمون شدید؟ به خاطر عشق به رسول بود که مسلمون شدم.
پس به خاطر عشقتون به اون مسلمان شدید برای اینکه بتونید با اون ازدواج کنید، درستی؟ خب آره، اولش به خاطر همین بود که شما میگین. من به خاطر این مسلمان شدم که واقعا عاشق رسول شده بودم، ولی واقعیتش اینه که رسول خودش هیچ وقت اینو از من نخواست. من اینو تو کتابایی که بهم داده بود خونده بودم، فهمیده بودم اگر بخوام با اون ازدواج کنم باید مسلمان بشم. این یه جور زورگوییه. چرا ما باید برای ازدواج با کسی که دوستش داریم بدون اینکه اعتقاد نداریم تظاهر کنیم؟ اگر اون روزا تو رو میدیدم و این حرفا رو به هم میزدی، شاید هیچ وقت با رسول ازدواج نمیکردم یا اصلا هیچ وقت مسلمان نمیشدم. ولی الان خیلی خوشحالم که اون روزا تو رو ندیدم. نه اینکه با رسول ازدواج کردم، چون رسول مدت زیادی برای من نموند. به خاطر اینکه عشق به رسول باعث شد من خیلی چیزای دیگر بفهمم. رسول خیلی جوان بود، ولی جسمش در اثر اون گاز لعنتی مثل جسمی پیرمرد شده بود. نمیتونست درست تنفس کنه، پوستش چروک شده بود، چشماش سو نداشت، صداش خشن شده بود. فقط وقتی به حرفاش گوش میدادی میفهمیدی که چقدر جوونه. با وجود اون جسم بیمار و رنجور، یه دنیا شور و نشاط بود. میگفت اگه اسلام تو دنیا حاکم بشه همه ی آدم ها میتونن خوب زندگی کنن. یادم وقتی به ایران برگشتیم خیلی اصرار داشت که امامو ببینیم. امام؟ امام خمینی، رهبر انقلاب ایران. منم خیلی دوست داشتم ببینمش. دلم میخواست بدونم اون آدمی که رسول اینقدر براش احترام قائله کیه. خیلی دلم میخواست بدونم اون چجور آدمیه. راستشو بخوای یه کمی هم ازش بدم میومد. میدونستم رسول زیاد زنده نمیمونه. دیدیش؟ آره دیدمش. بالاخره رسول موفق شد وقت بگیره توی یه مسجد، یه مسجد ساده ساده. باورم نمیشد رئیس یه حکومت اینقدر ساده زندگی کنه. هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد. رسول مدام گریه میکرد و اون پیرمرد نوازشش میکرد. یه لحظه با خودم احساس کردم که این دوتا چقدر شبیه همه. اونم یه پیرمرد بود، اما پیرمردی که سر و دل جوون و پرشوری داشت. چرا بعدی مرگ رسول بازم مسلمون موندی؟ بعدها خیلی چیزا درباره اسلام فهمیدم که حق بودنش رو به هم اثبات کرد. مثلا چی؟ مثلا اینکه پیروانش رو به مبارزه با ظلم دعوت میکنه، در پی ایجاد یه عدالت اجتماعیه و برخلاف خیلی از مذاهب دیگه اصلا ضعفا رو به مدارا توصیه نمیکنه. به زن فقط مثل جسم قشنگ نگاه نمیکنه، برای روح ما ارزش قائله و ما رو محافظت میکنه و خیلی چیزای دیگه. راستشو بخوای الان میفهمم که همه خصوصیات تو رسول وجود داشت و باعث شده بود ما شدش بشه. چی توی اسلام پیدا کردی؟ ایمان، آرامش، دوست داشتن، برابری، آزادی، هدف. ولی با این کلمه ها نمیتونم منظورم رو بگم. من با اسلام خودم رو پیدا کردم.
بفرمایید. یه نفر میخواد باهات صحبت کنه. گوشی؟ سلام آقای نادری. یوسف زاده هستم. از دفترخونه. مزاحمتون شدم؟ خواهش میکنم بفرمایید. عرض کنم ما یه همکاری داشتیم به اسم آقای خبیری. تا یکی دو سال پیشم همینجا کار میکرد. اون روزی که پدر برادر شما تشریف آوردن، ایشونو همراهشون بود. بنده مدارکشون رو گرفتم، گفتم سرمون شلوغه. یکی دو روز بعد به این دفتر امضا کنید. اما آقای خبیری خودشون زحمت این کارو کشیدن. اگر اشتباهی رخ داده، ممکنه تقصیر ایشون باشه. خب حالا نظر چیه؟ نمیدونم. همه چیز مثل روز روشنه، ولی انگار تو دوست داری چشمات رو ببندی. خیلی خوب، باشه، ولی این به ضرر خودته. خدا حافظ. تو چرا زور زدی به ما؟ بیا تو بشین. سیتا بهت گفت کجا رفته بودی؟ کرولار که نیستی بی تو دیگه. صاف و پوسکنده بگین اینجا چه خبره؟ خبره که دست شماست که آقا زاده. باز کی پرت کرده فرستادت اینجا؟ خیلی خب باشه حرف نزنیم، ولی من حساب بانکی شما رو پیدا کردم سیمی خانم. در این کم سند این خونه جعلیه، هیچ شکی ندارم. حالا یا میگین چه نقشه کشیدین، یا اینکه یه فکر دیگه به حالتون بکنم. باری کلا مفتشم که شدی، راه افتادی صورت برداری میکنی. شما را آدرس خبیری رو بده به من. آقا آدرس خبیری به چه دردتو میخوری؟ اصلا چی رو میخوای تو با خبیری ثابت کنی؟ به من بگو. اون حساب مال منه، قبول، ولی هیچ ربطی به اموال پدرتو نداره. خودم تو کار بابات سرمایه گذاری کردم، اونم پس اندازمه. این خونم که سندش قانونیه. حالا تو اعتراضی داری؟ باشه، برو شکایت کن. اگه لازم باشه حتما این کارو میکنم سیمی خانم. متاسفم بابا، راه افتادی و هر چی مختاریه میگه باور میکنی بابا. هر چیزی که راجع به خبیری گفتن چرنده. اونا 200 خبیری رو شکنجه کردن تا هر چی که میخواستن از اون اعتراف بگیرن. حالا هم رفته دنبالش تا مختاری رو تحویل پلیس بده. خیلی خب اگه راست میگین آدرس خبیری رو بدین به من. باز میگه آدرس آقا جان من، اصلا ما دیگه با شما هیچ کاری نداریم. وقتی شما اعتماد به ما نداری، بفرمین از همون مختاری اطلاعاتتو بگیر عزیزم. اینجوریه پس ها؟ خیلی خوب باشه، فقط یادتون نره که خودتون خواستین. باشه، یادمون میمونه. اعتماد نداری دیگه بابا. من مطمئنم خبیری وا داده. فکر نمی کنم. فکر کنم مختاری بور برده. امروز چی کار کردی؟ حوصله‌ات که توی خونه سر نرفت. نه، با سیمین رفتیم رستوران. یه خانم مسیحی رو به معرفی کرد که بعداً مسلمون شده بود. برکلا به سیمین. بعد از این خواستی جایی بری به من بگو، یا با کتی برو. حالا مسئله نیست، شاید این ملاقات لازم بوده. خانم جالبی بود، ولی من حرفاشو نفهمیدم. سیتا تو که ادبیات فارسی خوندی، بالاخره مسلمونم دور و برت زیاد بوده. یعنی واقعا هیچی از دین ما نمیدونی؟ چرا، بچه که بودم چند بار عزاداری مسلمونا رو از نزدیک دیدم. اینقدر برام عجیب بود که از پدرم پرسیدم اینا چرا گریه میکنن، خودشونو میزنن. پدرم هم داستانی عاشورا رو و امام حسین رو برام تعریف کرد. اما از اون به بعد بازم هر وقت این مراسم رو میبینم تعجب میکنم.
دیروز داستانی آفرینش رو تو قرآن خوندم. تو اونو باور میکنی؟ تو باش مشکلی داری؟ خب این داستان تو هر دینی ای طوری تعریف شدی. آدم ها برای رنج و عذابی که میکشن دنبال دلیل میگردن. برای همینم این داستان و گناه اولیه رو اختراع کردن. تو چی فکر میکنی سیتا؟ ما واسه چی به دنیا اومدی؟ من نمیدونم، ولی شما فکر میکنید که میدونید. نوبت توه. ببین توی دین ما این دنیا محل گذر آزمایشه. اصل و وجود هر آدمی هم بهشتی بوده. احتمالاً اون شعر حافظ رو باید شنیده باشی که میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. معنیشم اینه که روح و جوهره هممون بهشتیه، ولی وقتی که گناهی میکنیم از اون خلوص و بهشتی که داریم دور میشیم. رامی باریکلا، این چیزا رو کجا یاد گرفتی؟ من که معنی حرفای تو رو متوجه نمیشم، ولی به نظر من درست نیست که به خاطر گناه آدم و حوا همه آدم ها از بهشت رانده بشن. یعنی با عدالت خدا جور در نمیاد. خب ببین، عدالت میگه که هر عملی پاداش و جزایی داره. این مجازات هم به خاطر گناهی که آدم مرتکب شده. مگه نمیگین هر آدمی مسئول کارای خودشه؟ پس برای چی به خاطر گناه این نفر همی باید مجازات بشن؟ خب ببین، این داستان خیلی معنی داره. بهتره که همشو بخونی. الان خیلی زوده برای قضاوت کردن. خب حالا این بهشت و جهنم شما کجاست؟ واقعیه یا خیالی؟ من بگم؟ بهشت رو که نمیدونم، ولی جهنم همینجاست. شوخی میکنه. ببین این بهشت و جهنمی که ما صحبتشون میکنیم اصلا قابل مقایسه با این دنیای ما نیستش. ولی من توصیفش رو خوندم، بالکل مثل همین دنیاست. خب ببین این بحثش خیلی مفصله. به نظر من بهتره که بعدا راجع بهش حرف بزنیم. مات اگه میخوای مطمئن بشی فردا برو سراغ خبیری. آقای مختاری، من اینقدر دنباله نخودسی رو نفرستین. اگه چیزی میدونین خودتون به من بگید. آدرسش رو یادداشت کن. اول شما بگید که چرا اینقدر تو کار ما دخالت میکنید. قرار شد که به همدیگه کمک کنیم، پس دیگه سوال نکن. ولی من شنیدم شما به زور از خبیری حرف کشیدین. به حرف آدمی که با دو تا کشیده مغرمیات اعتماد میکنی؟ خب نه، منم گفتم انقدر بزننش که دروغاش تموم بشه. پس مطمئن باش حرفایی که میزنم عین واقعیته. اینطوری نمیشه آقای مختاری. ما اول باید همدیگه رو ببینیم تا تکلیف همه چی روشن کنیم. بعد من بهتون قول میدم هر کمکی از دستم ساخته باشه براتون انجام بدم. شک دارم بتونی رو قولت وایسی، ولی مهم نیست. ساعت 7 شب تو شرکت میبینمت. آدرس خبیری بنویس. گوشی بفرم. خیابون شریعتی.
رسیده به سید خندان. فرزاد بهم زنگ زد گفت دنبالتون میاد. ولی بهتره منو قاطی دعواتون نکنید. من یه اشتباهی کردم، حسابدار شرکت شما شدم. پونش هم دارم پس میدم. فقط بگین که دفتر ثبت شما نوشتید یا نه. یه نگاهی به قیافه من بنداز. آقا اینا انقدر منو کتک زدن که جعل سند که چیزی نیست. به قتل پدرت هم اعتراف کردم. حالا شما باید باور کنی؟ پس چرا از مختاری شکایت نکردی؟ کی گفته؟ همون روز رفتم پیش پلیس. ولی مشکل اینجاست که گیرش نمیارم، وگرنه گردنشو میشکنم. ببینم این 200 میلیون تومن پولو بابت چه کاری از حساب سیم خانم برداشتی؟ خب اینو میتونی از خودش سوال کنی. حتما از خودشم میپرسم. به هر حال من امروز دارم مختاری تحویل مامورا میدم تا تکلیف این موش و گربه بازی ها معلوم بشه. نه آقا جون، من نیستم. یعنی نمیخوام با مختاری طرف شم. تو میدونی که مختاری دنبال چی هستش؟ از کجا باید بدونم؟ بابا این یارو دیوونه است، میزنه ناکارت میکنه ها. اگه حرف منو قبول نداری برو از فرزاد بپرس، از خانم نادری سوال کن، اونا بیشتر از من تو جریانه. خب باید معلوم بشه که کی راست میگه کی دروغ. اگه دستگیرش کنی فقط چند ماه زندانی میشه، ولی بعد که آزاد شد میاد سراغ من. وقت تو جوابشو میدی؟ آره من جوابشو میدم. بی خود واسه خودتو همه دردسر درست نکن. آقا رامین تو از خیلی چیزا بیخبری. خب منم که دارم ازت میپرسم، پس چرا جواب نمیدی؟ به هر حال آقای خبیری عزیز، یادت نره که من بابت سند این خونه ازت شاکیم. آقای یوسف زادم شاهدمه. حالا اگه دیگه نمیخوای حرف بزنی اون میل خودته، خود دانی. دستگیرش کنن چی؟ پای هممون گیر حالو. شکنجه شدی که شدی؟ به درک میخواستی خودتو خاطی نکنی؟ اینقدر برای من منم نزن. تو هر کاری کردی پولشو گرفتی. اونش دیگه به من مربوط نیست. بهت زنگ میزنه خودت به همه توضیحاتو بهش بده. احمق بی ارزه. مادر من گوش بده به حرف من. رامینو بگیم بیاد بالا تا یه حماقتی نکرده همه چی رو بهش بگیم. رامین هنوز هیچی نشده، همه عالم آدم خبردار میشن. یه کاری دستمون میده ها. نه من رامینو بهتر از تو میشناسم. باشه ببینیم تعریف. نمیشه گفت کدومشون راست میگه، ولی به هر حال دارن یه چیزی رو از تو مخفی میکنن. دایی به نظر شما به صلاحه که با این حکم جلب مختاری دستگیر بشه؟ البته به خاطر کاری که با خبیری کرده بله، ولی فکر نمیکنم چیزی رو برای ما روشن کنه. خب اگه رو در روشون کنیم چی؟ میگم تو بهتره بری کلانتری و همه چیز رو براشون خوب توضیح بدی. آره من فکر میکنم این بهترین کاره. خب از خانم سیتا چه خبر؟ خوبه، مشغوله. هر وقت منو میبینه کلی سوال پیچم میکنه. به هر حال این بازیه که خودت شروع کردی، باید خیلی حواستو جمع کنی. در متافیزیک جواب هیچ سوالی آسون نیست. بله.
آقای مختاری الان حدود یکی دو هفته است که هممون رو داره تعقیب میکنه. حسابدار شرکتمون رو شکنجه کرده. مدام زنگ میزنه، مزاحمه. اصلا معلومه حرف حساب چی است و چی میخواد. آدرسش کجاست؟ آدرسش رو که نمیدونم ولی امشب باش قرار دارم. طلبکارتون که نیست؟ طلبکار که نه ولی خب ادعای بیجا داره دیگه، تو این برگه نوشتن. باشه، شما تو اتاق افسر نگهبان منتظر بمونین، میگم بهتون مأمور بدن. تو مسئله روشن بشه. خیلی متشکرم. با اجازت. خواهش. چرا نیومد؟ بالاخره تکلیف ما چیه؟ بریم یا منتظر بمون؟ جناب سروان اگه نمیومد حتما تماس میگرفت. شما اگه زحمتی نیست نیم ساعت دیگه تشریف داشته باشین من برم یه چای چیزی براتون بیارم. خیلی ممنون، صرف شده. فکر کنم صدای در ساختمون اومد. آره مثل اینکه یه ماشین اومد. بچه ها تیز برید بالا. از کفری من تا دین تو